سروه خانه صلح و مردم سالاری که به گفته این نهاد در 34 ولایت افغانستان راه اندازی شده نشان می دهد که 83% مصاحبه شوندگان حفظ نظام جمهوری و قانون اساسی را خط سرخ تعیین کردند. هیچ نظام هیچ کسی نمیتونه درباره ما تصمیم بگیره، درباره ملت تصمیم بگیره. جمهوریت از آن فرد نیست. در این سروه آمده که 51% مصاحبه شوندگان گفتند که گروه طالبان باید در نظام کنونی یک جا شوند و 34% دیگر به این باور هستند که این گروه اراده به صلح ندارند. محمد عمر داودزی نماینده رئیس جمهور در امور پاکستان میگوید که گروه طالبان طرفدار حکومت موقت و حکومت مشارکتی نیستند. طالب مخالفی داره موقت، دولت برحال و مشروع افغانستان مخالفی داره موقت، ملت هم در سروی نشان داد که مخالفی داره موقت. خیلی کی میخواه داره موقت؟ کدام کشور همسایه و چند نفری او از اون مقماش که میگه ممکن تیزاغ قدرت سر شانه ما بیشینه بیا که به می طرف بره. 92% دیگر مصاحبه شوندگان در سروه خانه صلح و مردم سالاری گفتند در صورتی که آتش بس برقرار شود طرفدار ادامه گفتگوهای صلح قطر هستند. در این برنامه از شمار از چهره های اثرگذار زیر چتر نظام جمهوریت نیز تقدیر شد. کار ما چون هنر است، خیلی تمرکزم روی نگاه مردمی به خودم است و یکی از دلایلی که اینجا حضور یافتم و جایزه شان را با منت میپذیرم این است که پشت بحثش انتخاب مردمی است. برای من انتخاب مردمی در سطح سیاست یا فرهنگ یک جایگاه داره و ارزشمند است. در این نظرسنجی بیش از 39% زنان و بیش از 60% دیگر مردان شرکت کردند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.